درود به شما عزیزان، امیدوار هستم که باز هم در صحت کامل باشین و پرسرور البته با عزیزانتان. خب دوستان عزیز، امشب باز هم تصمیم بر این شد که برنامه ای از طرف شب به وقت امریکا و کانادا داشته باشم تا دوستان ما در اینجا هم از برنامه ها مستفید شوند. قراره که دوستان می دانن برنامه های من از طرف پگاه هست ساعت 11 پگاه هر روز و دارگاه هم از طرف بیگاه. امشب از پگاه آمدیم و به بیگاه برنامه را خدمت شما عزیزان پیشکش می کنم. خلوت خوب با چهره ما آشنایی داریم، کابیری هستم، ساعت در خدمت و مهمانهای شما خواهم بود. نخست درود می فرستم به آقای کمیاب عزیز که همین لحظه دیدم برنامه را ایشان تماشا می کنن. چیزی در موقعی که آهنگ خراسان سروده می شد توسط خلیل جان به یادم آمد، چون چهره آقای کمیاب دیدم، آقای نادر کمیاب، متوجه شدم که برنامه ایشان چرا برنامه ایشان خیلی خوشایند است و خیلی از برنامه ایشان بیشتر مردم لذت می برن، به خاطر خیلی خودمانی هست و
کرشمه ای در او وجود داره که آدم میتونه ساعتها ببینه و بینشینه و همون تاریخی که ایشان با همون کرکتره که دارن. خیلی من خودم خودمانی احساس میکنم وقتی برنامه ایشان میبینم. امشب ما هم برنامه رو برای شما عزیزان خودمانی ساختیم، یا شاید هم صحبت هایی که میشه و گفتاری که من میداشته باشم خودمانی باشه. البته من با یکی از شایعه خانم به نام هدا خانم 3-4 روز است که میخواییم برنامه رو هماهنگ کنم و بتانم با ایشان یک مصاحبه رو ترتیب بدهم که ایشان فعال مدنی هستن، خیلی فعال هستن در قسمت مبارزه و گرفتن حق و حقوق خانم ها. بعدن یک قسمتی هست زیستنامه ایشان و یکی دوتا اشعار ایشان شاید خدمت شما عزیزان پیشکش کنم. 3-4 روز متواتر میخواستم که این برنامه روی این باشد که در این موضوع صلح که در دوحه هست، یعنی یک چیز همه با شما میفهمیم ساختگی فقط برای بازی دادن و فریب دادن مردمان کشورهای مختلف، و در این موقع دولت افغانستانی ما هم خیلی کوشش داره که از این موقع استفاده کنه و بتانه که به یک شکل از اشکال که حریفشان طالبان هستن یک بوکس به دهن اونها و یک چنگولی بزنن، و یعنی نگذارن که طالبان در دوحه کامیاب شن. بازی های سیاسی هست در بین، کسی که در اینجا چیزی نصیبش نمیشه مردم افغانستان هست، زن و مردی مردم افغانستان هست. در این روزها متوجه شدم که خود دولت آقای غنی با آن کارمندهایشان که در اطرافشان هستند میخواهند برنامه هایی را زیر عنوان حق حقوق زن اینها به نمایش بذارن. از یک طرف آمریکا میخواهد که با طالبان صلح شود و طالبان شریک قدرت شود، از طرف دیگر دولت آقای غنی نمیخواهد. اینا همشان از جای این نظریاتشان داده میشه، چون از خود که اراده ندارن. و در اینجا همین بازی های سیاسی موجود هست. دوستان عزیز، بذارین که مبارزه خانم ها را یک اندازه یادآور شوم. خانم ها در طول تاریخ بشریت همیشه مبارزه کردن، همیشه در مسائل سیاسی دخیل بودن، همیشه رنج و مشقت را برداشتن. او یک ایده کسایی که ما در تاریخ برای ما آوردن در 100 سال اخیر دروغ و جهل، اونا رو ما روش صحبت نمی کنیم. ما مثلا داستان رستم اگر بخوانیم، سندخت و مهرافشاه کامبولی و رستم، اونجا می بینیم که زن از آن زمان مبارزه کرده و در مسائل سیاسی شریک بوده، دست بالا داشته کنار مرد. بعد از اون که به این 100 و چند سال اخیر که در بین چند هزار سال خب بوده، خانم های خیلی خیلی باوقار و مبارز که همیشه استادگی کردن علیه ظلم. خانمی که در اواخر قرن 19 که هم نویسنده بود و هم شاعره بود و هم بر اولین بار حجابش که در آن زمان خیلی این اخوانی های یا مذهبیون دو آتشه از آن کرده بدتر بود که به تاریخ آن زمان را اندازه مرور کنیم. بعد خانمی برای اولین بار بلند میشه و صدا بلند میکنه در سالهای، یعنی اواخر سالهای 1800 بود. این به نام تا
تایره خانم اسمش بود. قررت این بهش میگفتن تایره قررت این. این خانم چندین بار دیگه هم تذکر دادیم که یکی از اشعارش احمد صاحب مرحوم خوانده است. و این آهنگ احمد صاحب با هم میشنویم. Thank you.
خب دوستان عزیز، این هم بود یک آهنگ از احمد ظاهر خدا بیامرز که در دل همه جا دارد. شعرش بود از خانم طایره قرة‌العین، یک شاعره پارسی‌گوی اواخر قرن 18 و خانم مبارزی بود که علیه استبداد قیام کرد و که از حق و حقوق خانم‌ها دفاع. دوستان عزیز، در کشور ما فعلا یک عده، البته نمیگم یک عده، وقتی که ما میگیم خانم‌ها حق و حقوقشان باید با مردها مساوی باشند، موضوعات فمینیسم وقتی که ما از او یاد میکنیم، یک حده کسا در امریکا و در اروپا و در افغانستان چنین فکر میکنن که اگر تو در مقابل یک مرد ایستاده شدی، این هست مبارزه. و یا موضوعات خیلی چیزهای عقدمندانه که صورت میگیره، ولی نه، فمینیسم زن مثل یک مرد در حق شهروندی داره و حق حقوق مساوی داره و میتواند که در مسائل سیاسی اقتصادی کشور سهیم باشه. دوستان عزیز، در کشور ما همیشه این مبارزات، قسمی که گفتم از اواخر قرن 18 این آهنگ رو که گذاشتم، بعدش میاییم به دوره شاه همان الله و اتاتورک و رضا شاه کبیر ایران، که اینها هم در کنار این موضوع ایستاد شدن و خواستن که خانم ها صاحب حق و حقوق بیشتر باشن و از زیر ظلم ملاها بگویم طور خلاصه نجات پیدا کنن، که اتاتورک این موضوع را آغاز کرد و بعد شاه امان الله و بعدش هم در ایران رضا شاهی ایران. خانم ها در دوره های ما خیلی آزادتر، یعنی حق و حقوقشان خیلی احترام می شد، در دفاتر دولتی کار می کردن، در وزارتخانه ها بودن، حق سفر داشتن، از خود حق دفاع داشتن و مورد احترام جامعه هم بود، در ایران همچنان. ولی امروز می‌بینیم که این بلایی که در 14 اخیر آمد، قدرت و توانمندی مذهبیون مثل آن زمان طایره قرة‌العین گشتیده، خیلی دور نمی‌رید. دوباره خانم‌ها را می‌خوان که در زیر سایه خود محکم نگه دارن که شور نخورن. ولی باز هم آفرین به دختر خانم های افغانستانی در داخل کشور. امروز اگر از بیرون کشور رفتن، در آنجا نظر به واسطه، نظر به رکامندیشن برای آمریکایی ها، نظر به رکامندیشن اروپایی ها و جزوی حتی گفته می کنیم حضور استخبارات ها، خودشان رساندن به وزیر شدن و داخل حرب و در کنار ایران و ادعایی رو می کنند که ما می خواهیم برای خانم ها حق و حقوقشان رو بگیریم، در حالی که چنین نیست.
اینها فقط برای استفاده سیاسی از خانم ها استفاده میکنن، در حالی که خانم ها خودشان خیلی در داخل افغانستان زحمت کشیدن، خیلی کار کردن و خیلی از حق و حقوق دفاع کردن، در شرایط خراب درس خواندن، تحصیل کردن، دانشگاه رفتن و صدها انتحاری را مقابل چشمشان دیده است. به طور نبوده که از آمریکا پرواز کنند و برند و با واسطه و وسیله با در یک جای بلندشن و چارکلیم هفت بود. بگذاریم که یک ویدیوی را برای شما که تازه ترین ویدیو هست در یکی دو هفته این را هم با هم میبینیم و بعد میریم روی ویدیوهای بعدی. دوستان عزیز نمیفهم چرا صدا خراب شد، به هر صورت ولی منظور این بود، یعنی محفل عروسی یک آقا با یک آقا خانم با چادری میرقصد، ویدیو هم دارن، سادون لاکس هم هست، کمره فیلم برداری دارن، در یوتیوب هم گذاشته میشه محفل عروسیشان، یک آقا با یک خانم که چادری که تمام رویش پوشیده هست میرقصد. خیلی جالب هست که از ویدیوهایی که واقعا باید جایزه بگیره این ویدیو بوده. اجازه بدیم قبل از اینکه به ویدیوی بعدی برم و صحبت‌ها را ادامه بدم، از آقای کمیاب عزیز جهان سپاس، از آقای عباسی یوسفی، آقای فیروز احمدی، نجیب، فاروق فضل، بلقیس زرابی، خانم زرابی، آقای امید تخاری، زرغون وفی یا وفایی، زرغونه وفایی، ولی خراسانی درود بر شما، خالد انبری، آقای محمد نیک، متین، آقای حکیم رئیس، خانم نوریه حکیم درود بر شما، دکتر حسید الارتیک دوست ما از کانادا درود بر شما، آقای حشف حیوبی، ابراهیم حکیمی، غلام دستگیر، الهاج کاوشا پروانی، خانم نظیفه احمدیار درود بر همه شما. این یک اندازه که در پیام آمده بود خدمت شما عزیزان درود میفرستم، امید جور و صحت و سلامت باشین. دوستان عزیز، قسمی که خدمت شما عرض کردم، این برنامه من برنامه خیلی خودمانی هست و یک اندازه روشن شویم ببینیم که این مسائل سیاسی چی استفاده هایی از خانم ها می کند و چی خانم های با فهم و با شعور هم داریم، خیلی جواب های دندان شکن برای این دلقکان می دهد و برای آقای غنی پیام می فرستد و بر کسانی که اون نمایندهشان هست و این برنامه ها را ترتیب می دهند تا بتونن یک استفاده سیاسی کنند برای جامعه های جهانی. اجازه بدیم که من اگر بتوانم ویدیوی بعدی، امیدوار هستم که مثل که ویدیو بله میریم این ویدیو رو با هم میبینیم و سخنرانی یک خانم
که در این سخنرانی میکنه و جواب دندان شکنه برای آقای غنی و تیمش میفرسته. خب نمیفهمم که چرا و چیهی اتفاقی افتاده و هر صورت حتما تأثیر اینترنت از دوستان عزیزان معمولا از طرف روز خیلی خوب باشه ولی از طرف شب تو بس صحبت این خانم یا این بانوی فرشته تماشا کنیم. دوستان با کمال معذرت که نمیفهم چرا اینترنت چرا هم این اتفاق میفته صورت میگیره و این لحاظ امیدوار هستم که من بتانم دوباره صحبت های خانم برای شما عزیزان بگذارم به خاطری که این بار اجازه میخوام که دوباره این صدا را دوباره برای شما عزیزان نشر کنم و چون صحبتشم خیلی جالب و عالمانه هست. خب قبل از اینکه قسمت اول این صحبت‌ها رو شما از دهن این خانم بشنوید. خانم معرفت تجار داشته باشیم. اگر امروز ما به خاطر صلح جمع شدیم، ما می‌خوایم با افتخار بگوییم ما کسایی هستیم که پیرو مکتب ام سلمه هستیم و آمدیم امروز صدایی را که ام سلمه و قهرمانی را که به خاطر سالن کرد و مشوری ام سلمه ام المؤمنین بود به پیامبر بزرگوار اسلام که صلح حدیبیه به نفع مسلمانان تمام شد و دستاورد بسیار بزرگ
بزرگ الحمدلله ما مسلمان ها داشتیم و افتخار میکنیم که ما به عنوان پیروای مکتب ام سلمه امروز جمع شدیم، صدای صلح بلند میکنیم و از کسایی که درگیر جنگ هستند میخواهیم که صلح حق ما زنای افغانستان است، حق تماما ادبای افغانستان است. ما زنای افغانستان دیگه حق داریم که به خاطر از دست دادن عزیزای خود، به خاطر از دست دادن کسای طفلای ما را که به بسیار مشکلات و مشقت بزرگ میکنیم، صدا بلند کنیم که دیگه اینا حق زندگی را دارن، حق از این را ندارن که از روز به عنوان یک جنگ تعمیر شده از ما فرزندای ما گرفته میشن. فکر کنم که درد دل خود زیاد است، قدر که بگویم باید واقعا همون دردهایی که دل داریم خلاص نمیشه. بازم یعنی نظام جمهوری اسلامی افغانستان نظام بوده که یک بستر به خاطر رشد در تمام زاویه ها بر خواهرای ما بودن، خصوصا در بخش حوزه دینی بر خواهرای ما الحمدلله بسیار دستاوردهای خوب داریم. به خیر سلامت باشین و من الله توفیق. بله این خانم پس ما چیز بیشتر در مجلس های مشوره شجاعت ناد شجاع دلیل دوم درست است. همه ما میداریم که 20 سال پیش سارا مرده برای افغانستان ماهیت باید زمان تشکیل بکنیم. دستاوردهای حکومت افغانستان بسیار زیاد است در بخش زنان. اگر فضی است که شما اگر سارنوال هستین چرا هستین؟ اگر شما وکیل پارلمان هستین من ایسی یک زن چرا وکیل پارلمان هستین؟ و اگر شما یک دکتر هستین عدف از دکتر بودن چی هست؟ چرا اگر ما قرار باشه دستاوردار تشکیل بکنیم باید ما ساعت آیی که بشیم شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. زنان با افتخار سرزمین ما، اما زنان سیاسی، زنان یونیفرم پوش، زنان چپن سفید، دانشجوها، اهل جامعه مدنی از هر آدرسی که هستین، خدمت همه شما عرض سلام و ادب دارم. طبق پیشنهاد خانم یوسف، بحث دستاوردها هر کدوم ما در هر عرصه‌ای که داریم می‌دانیم که ما در او همه ما شریک هستیم. حتی اگر چند خانم در مجلس نمایندگان دستاورد دارن، پشتوانه اونها رأی زنان و دختران هست که اونها رو به شورا روان کرده. به این دلیل از اون قضیه می‌گذاریم تا در وقت صرفه‌جویی کرده باشیم. اما من می‌خوام چند جمله انگیزشی در مورد این که ما چرا اینجا هستیم، چرا امروز در تالار لویجرگه دور هم جمع شدیم، چه انگیزه ما را به این نتیجه رسان که امروز وقت خود را در اینجا بگذاریم. خدمت شما یادآور میشم. اما نه با این حال و هوا، اول برای این اراده و انگیزه که امروز باعث شده خودجوش جمع بشیم دور هم و در مورد سرنوشت خود و آینده خود و نگرانی ها و دغدغه های آینده سیاسی مملکت بعد بکنیم، یک تشویق بلند در خور ستایش خودتان. خواهران عزیز، مسئله جمهوریت، مسئله زنان، بحث زنان به تنهایی نیست. چرا ما امروز اینجا هستیم؟ به دلیل این اینجا هستیم که بحث زنان بحث ماهیت سیاسی آینده مملکت است. شما زنان را از آینده مملکت بکشید، چی میمانه بر از اون؟ چی میمانه؟ چه ارزشی باقی میمانه؟ چه دستاوردی باقی میمانه؟ در چه عرصه دستاورد داشتن این حکومت به اندازه که در عرصه حضور زنان دستاورد داشتن؟ به این دلیل بحث زنان بحث همه افغانستان است. دلیل دوم درست است. همه ما میدانیم که صلح در این مملکت باید بیاید و یک روز خواهد آمد. سالها قربانی جنگ بودیم، جنگی که ما در روحی سهم نداشتیم. باز میخواییم قربانی صلح هم بشیم؟ ما در این صلح سهم میخواییم و اجازه نمیدیم سهم ما را دیگران به عنوان ابزار از خود استفاده بکنن. به این مهم هست برای ما و به همین دلیل خواهران عزیز ما امروز اینجا جمع شده. سوم،
از دستاورت ها میگیم. این دستاورت ها کسی برای ما نیاورده، کسی از خارج برای ما نیاورده، کسی از بیرون برای ما تعریف نکرده. اگر امروز دخترم اول نمره کانکور از خودش توانایی داشته، با توانایی قوت خود رفته اول نمره کانکور افغانستان شده، اگر امروز زنان ما یونیفرم میپوشن، اونجا از ارزش‌های ما در صف نیروهای امنیتی و دفاعی دفاع میکنن، توانایی خود اونجا رفتن، اونا رو کسی نبرده اونجا. اگر زنان در پارلمان افغانستان با تمام مشکلات نمایندگی میکنن، به زور اونجا کسی اونا رو نبرده، خودشان مبارزه کردن تا به سطحی برسن که زمان مملکت نمایندگی بکنن. من میخوام بگم دستاوردهای ما نتیجه تلاش های مستمر مبارزه ما تکیه بر توانایی های ما بوده. این توانایی ها را قربانی بحث سیاسی نمی کنیم و به همین دلیل اینجا هستیم. مسئله چهارم، ما در قانون اساسی افغانستان یک ماده داریم، ماده 22 قانون اساسی افغانستان نوشته میشه، در او گفته میشه مرد دارای حقوق از او وثیقه ملی ما هست، شهروندان ما قربان حسینی رحم شدن زنان است، اونها را جنس بی‌دفاع معرفی کرده، مسئولیت یتیم و معلول این مملکت را چهار دهه به دوش کشیدن، در یکی از بدترین جغرافیا های جهان به عنوان زن زندگی میکنن، با سنت های دست باگیر دست پنجه نرم میکنن، در یکی از فقیرترین کشورهای جهان زندگی میکنن و امروز برای از اونا میگن اگر بحث صلح هست شما کنار برید، اجازه بدید صلح بیاید. زنان لطفا در این مسیر مانع صلح نشوید. صلحی که در اون زنها حضور نداشته باشن چطور میتونه صلح پایدار باشه؟ درست است روی کاغذ می نویسیم امضا می کنیم، اما انکار نیمی از جمعیت افغانستان هیچگاه صلح پایدار به این مملکت نمیاره. مسئله اخیر، بنیادی ترین اختلاف بین طالبان و حکومت افغانستان چی هست؟ شما، تک تک شما زنان. چرا بنیادگراها از پیشرفت توسعه زنان می ترسن؟ بنیادگراها می دانند که زن اگر در مسیر پیشرفت قدم برداره مملکت به توسعه میرسه، آنگاه اونها هیچگاه نمیتوانند جای برای ابراز و ظهور داشته باشند. شما روند توسعه را تسهیل میبخشین، دکترین، معلمین، سیاستمدارین، یونیفرم پوش هستین، هرچی هستین، شما قسمتی از یک روند بزرگ هستین، نه به خاطر اینکه زن هستین، به خاطر قسمتی از این جامعه هستین. فراموش نکنید، هیچگاه اجازه ندید این حق شما را کسی انکار بکنه و خدای نکرده قربانی این هست. بحث آخر، چون کوتاه باید صحبت بکن قبل از این که به من پیام بیاید. زن بودن خواهران، همه ما میدانیم یک معجزه هست. کار خانه، کار بیرون با هم انجام دادن فشار مضاعف روی زنان است. ما در این جامعه زندگی میکنیم که دوباره امسال در سال 1389 طبق آمار سازمان ملل متحد بدترین جغرافیای جهان برای زمان است. شما انسانهای عادی نیستیم، به خود افتخار بکنیم که در این جغرافیا به اینجا رسیدیم. زن بودن یک شجاعت ناتمامه، شجاعت ناتمام. این شجاعت ناتمام ره به پشتکار در دفاع از ارزش‌های خود، از ارزش‌های جمهوریت خود، از ارزش‌های زنانه خود در مسیر صلح پایدار در افغانستان عزیز به کار می‌گیریم. موفق باشیم. خب دوستان عزیز، خانم ناهید فرید واقعا زیبا سخنرانی کردن، واقعا انگیزه دادن به دیگر خانم ها و
مسیجشان یا پیامشان برای آقای غنی و آن 8 نفری که در دورش هستن و خانم بی بی گل این بود که این زنها با زحماتشان به اینجا رسیده هست، شما نیاوردید. یعنی منظورشان همین بود که شما استفاده سیاسی و ابزاری دیگه از موقعیت خانم ها، از کارهایشان، از زحماتشان نکنید. و اونجا خانم هایی که از خارج رفتن به اونجا چیزی برای گفتن نداشتن، کدام صحبتی نداشتن برای این خانم ها. ما در گذشته چنین بودیم و چنان بودیم و در گذشته این بود خانم، در گذشته آن بود خانم، ولی این خانم صحبتایش کاملا و دقیقا مستقیما برای خانم ها بود. در شما گفتین چیزها رو کسی نیاوردن، شما خودتان نصیب شدین، خودتان زحمت کشیدین، خودتان پشت کار داشتین که خودتان به اینجا رساندین، کسی دیگر شما رو به اینجا نرسانده. و با کمال تأسف که نمیفهمم کامپیوتر چی مشکل در این لحظه پیدا کرد که نتونستم ویدیوها رو به شکل صحیح و درستش برای شما عزیزان بگذارم. یک ویدیوی دیگری که اینها همین کاری را که در داخل افغانستان کردم، خواستن یک استفاده نمایم، اینا عین کار در داخل اروپا هم انجام دادن و میخواستن که از این مسئله یک استفاده در سطح اروپا هم کنن و من کوشش میکنم که این ویدیو را هم خدمت شما عزیزان، این پنل که اینا ترتیب دادن خدمت شما عزیزان، امیدوار هستم که بتوانم در روی صفحه بگذارم. خیلی جالب هست و چون صحبت ما سر این مسائل هست و حکومت افغانستان چطور به چشم جامعه جهانی خاک میزنه، من چند قبل هم خیلی زیاد اعلام کردم که از طریق این صفحه مجازی خود که جامعه جهانی رو باز فریب میتونم و پولها رو میگیرم و هم تقسیم میکنن، که همین کنفرانس جنباز و فعلا مثل که خاموشانه بدون سر و صدا اینها بدون اینکه در رسانه ها بگوین این کارها را انجام میدن. و امیدوار هستم که دولت اعلان کنه که این کنفرانس ژنوا که برای بار آخر اینا میره و میخوان پول بگیرن کی هست. اینه باید حتما به مردم اعلان کنن و مردم باید بدانن که چه وقت این پولها باز به دسترس اینها قرار میگیره. دوستان عزیز، من در زمانی که با شما صحبت میکنم کوشش بر این دارم که اگر بتانم ویدیوی را که موجود بود اگر بتانم پیدا کنم خدمت شما عزیزان و نشر بذارم. خیلی خب متاسفانه که نتارستم که این ویدیو رو برای شما بنشر بگذارم. خب تفسیریش میکنیم، شاید ما بتارم از طریق مسینجر خدمت شما عزیزم پیشکش کنم. همین پنل، یک پنل رو اینا در اروپا درست کردن، یک پنل رو اینا در اروپا درست کردن و زنان افغان خواهان حمایت کشورهای امسایه به خاطر حمایت شان از در گفتگوهای صلح هم یعنی ما زمان افغان است میشه. خب دوستان عزیز، اجازه بدیم که برنامه بعدی را هم خدمت شما عزیزان بگذارم. خیلی جالب هست که اینا به همین شکل یک پنل را در اروپا اینا آوردم و خواستن از موقعیت استفاده کنم که برای جامعه جهانی نشان بدن که اینها
کارهایی برای خانم‌ها و خانم‌ها در افغانستان موفق هستن و خب مثل که متاسفانه این ویدیو برداشته شد در حالی که من ایره چند لحظه قبل داشتم. در اینجا شش هفت خانم جمع شده بودن و اینها نشرات را از اروپا میخواستن به هرات و تخار و کابل و بلخ و اینجا این صدایشان را برسانن و دفاع از صلح و دفاع از دولت آقای غنی و جایگاه خانم ها بود که متاسفانه اینها به زبان انگلیسی صحبت میکردن. هدفشان در اول برنامه این است که میگن ما میخواهیم که صدای ما را به این چند ولایت افغانستان بشنوند، صدای ما را خانم های داخل کشور بشنوند، ولی اینها یک موضوع را مثل آقای کرزی فراموش کردند. آقای کرزی و آقای غنی وقتی که در اروپا میآیند، در امریکا میآیند، در بسیاری رسانه ها اشتراک میکنند و زبان انگلیسی که زبان مادریشان هست صحبت میکنند، ولی هیچ مردم افغانستان نمیفهمند که این رئیس جمهور ما که به آمریکا رفت، به آلمان رفت، به کنفرانس ژنو رفت چی گفت، چی صحبت کرد و به اون لحاظ اینها یکی از بازی هایشان همین است که در خارج از کشور وقتی میآیند با خارجی ها زبانی که اینها لازم دارن که نشان بدن نوکریشان و چطور از اینا پول بگیره برای جیب هایشان که پر کنن صحبت میکنه. داخل افغانستان که میره باز یک روز لنگی زرد میزنه و یک روز لنگی سرخ میزنه و یک روز ایزار بندش کشال است و یک روز هم مزرد میخوایم نیکرم زرد بود از ایشان، این کارا را میکنن و مردم بسیار پایین نشان میدن، فرهنگ که گم هست که از کجا اینا رو میارن و مردم میخوان بقبولانن معرفی کنن، ولی خودشان دخترش در اروپا هست، پسرش در اروپا هست، دخترش بهترین لباس می پوشه، حتی دختر آقای غنی رو شما دیدین با خبرنگار یک چادری هم به سرش نبود. این خانما که یکی از هنرمندا هم زمینه همین پنل بودن، اینا همیشون به زبان انگلیسی صحبت میکردن و اینها هدفشان در اول این بود که این سخنان رو برای خانم های داخل افغانستان میکنن. حالا ما چون خیلی وقت شده افغانستان نرفتیم فکر میکنم که شاید تمام مردم افغانستان، زن و مرد و پیر و جوان، همشون دیگه انگلیسی صحبت میکنن، زبان انگلیسی رو میفهمن، چون آقای کرزی وقتی به خارج میره به زبان انگلیسی صحبت میکنه، آقای غنی دلقت میره به زبان انگلیسی صحبت میکنه، این خانم ها که 15-20 نفر از این دانشجویان هستن در اروپا در از طریق زوم یک جای شدن با یک هنرمند، اینا هم به زبان انگلیسی صحبت میکنن. هست یک جامعه هم چطور بفهمن، چطور بدانه که او در دنیا و کشورش و سیاستش چی میگذارد. من ویدیو را با کمال تأسف که در برنامه های بعدی نشان میدم و این یکی از انتقادهای من بود و شما هم اختیار خود داریم که این دولت ما از هر قسمت مردمی که استفاده میکنه برای جیبهایشون به نفع خودشون و در مملکت نه کار است، نه بار است، نه اقتصاد است، هر روز انتحاری کشتن. یک بار شما خوبی برید آقای غنی در وقتی که صلح مشورتی بود و صدها میلیون دلار خرج شد، تمام انرژی خود سر آن مصرف میکرد که این لوی جرگه مشورتی باید انجام شد. وقتی که لوی جرگه مشورتی، خب مردم طبعا صلح هم میخواهن، همه گی عاشق صلح هستن دیگه، نمیخواهن جنگ کنن، ولی وقتی که در قطر رفت در دوحه میگه که
هر تصمیمی که در دوحه گرفته شده باید پارلمان افغانستان و سنای افغانستان میره تایید کنه. یک بار می این لویجرگه میگی مخالف قانون اساسی، پارلمان برش توهین میکنی، سنا رو برش توهین میکنی، وکلا رو برش توهین میکنی که شما هیچی هستین، شما بیهوده هستین، بیکارها هستین، آدم های نادان و بیعقل هستین، شما در مسائل سیاسی چرا سهیم باشین در مسائل خارجی؟ خب نه به پارلمان احترام گذاشت نه به سنا. گفتن بابا یک لویجرگه انانویز همیشه در اون دروغ و فریب و ریا هست، این مهم است. لویجرگه مشورتی رو تشکیل داد، ولی وقتی که جناب میایه به قطر میگه که اگر در این صلح هر تصمیمی که شما ها میگیریم ما باید ایره به پارلمان افغانستان بگیم. شما دیدیم که هر گوشه سیاست اینا نیرنگ و دروغ و فریب هست با مردم شد. حال 3-4 برنامه را اینا پیش انداختن، از خانم ها را جمع میکنن که در اونجا خانم های خیلی با سواد شما دیدید، این کسایی که از خارج رفتن و مثقالش هم نمیرسن، اینا برای شهرت و پول و جایگاه و که در پارلمان باشه و در سنا باشه و در ریاست جمهوری باشه و وزیر باشه، ولی در حال کوچه هزاران خانم دیگری هستن که زحمت کشیدن. شما دیدید چرا از اونها غیرنی استفاده نمی کنن؟ چرا اونها را در داخل هر کار نمی کنن؟ چرا در وزارت خانه ها کار نمی کنن؟ چرا اونها مجلس مشاور قبول نمی کنن؟ و ما 5-6 خانم خیلی باسواد در اونجا صحبت کردن که من یک چه خدمت شما بوداشتم، چون صحبت های ایشان یعنی با آقای غنی گفت که ما می فهمیم تو چی دلقکی هستی، تو برای ما هیچ کاری نکردی، تو برای ما هیچ چیز نیاوردی جز بدبختی. آقای کرزی تو هیچ چیز نیاوردی جز بدبختی. این خانم ها خودشون زحمت کشیدن، کشته دادن، بی برقی، بی آبی، بی کاری، گرسنگی، همه را به تن خریدن و خودشون را به جاهایی رساندن. به قول فارسی زبانایی ایرانی ما درود برشون، دمتان گرم. دوستان عزیز، برنامه ما کم کم به پایان رسیده و میخوام از حضور شما خداحافظی کنم. ما یک مدت 3 هفته نخواهم بود و اگر در کشوری که میرم شرایط اینترنت خوب باشه و ویدیو وضعیت خوب باشه حتما برای شما برنامه های ترتیب خواهم کرد و حدود 3 هفته تا اوایل هفته نوامبر شاید نباشم. البته خب رفتن من هم 98.9% است و 1% احتمال داره که 1 هفته به تعمیق بیفته، ولی اگر تا مدت برنامه های من نبود فکر نکنیم که من دست کشیدم از این کارم، نه. با شما حتما در تماس خواهم بود، حتما برنامه هست کشوری که میرم برای شما اجرا خواهم کرد. یک سفر که شروع داریم برای که از دوست ها بود سیفت کتیب بکشم. دوستان عزیز، همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. همیشه خوش باشین، پرسرور باشین و خانم های داخل کشور هم دست از مبارزه بر نداریم، فریب نخوریم. این حکومتی آقای کرزی و غنی میلیاردها دلار زدن و دوزی کردن و با دوستان و کشاوندان و خودشان و امیدوار هستم که روز خود شما قدرت به دست بگیریم، این قسمتی که حق شما هست و نگذاریم که این کسانی که از خارج میروند و خودشان برای شما با فهمتر معرفت میکنن نتایید. درود میفرستم به همه شما عزیزان، هر جایی هستین پرسرور باشین. تا برنامه بعدی خدایا رو مددگار همه شما عزیزان.